سلام و وقت بخیر. شما بیننده برنامه آخر خط از نور هستید. نگرانی ها از ادامه بنبست در تعامل رسمی جهان با افغانستان. حکومت سرپرست با رسمیت بین المللی چقدر فاصله دارد؟ در حالی که حکومت سرپرست به تکرار از جامعه جهانی خواستار رسمیت شدن است، اما حالا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که حکومت سرپرست از رسمیت بین المللی بسیار فاصله دارد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا در گفتگو با صدای آمریکا این را هم گفته که اگر حکومت سرپرست به دنبال مشروعیت جهانی است، اقدامات مشخص را اتخاذ کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزوده که جامعه جهانی متوجه اقدامات حکومت سرپرست و بر اساس آن تصمیم میگیرد. در کنار این، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که اجازه استفاده از خاک افغانستان را علیه هیچ کشور داده نمی شود و حکومت سرپرست همیشه برای تامین صلح و ثبات در منطقه تلاش می کند. حال پرسش این است که حکومت سرپرست با رسمیت جهانی چقدر فاصله دارد؟ اینکه امریکا میگوید حکومت سرپرست با رسمیت جهانی فاصله زیاده دارد، به چی معناست؟ حکومت سرپرست چه اقدامات را روی دست گیرد تا قناعت جهان فراهم شود؟ و در نهایت آیا حکومت سرپرست به رسمیت شناخته خواهد شد و یا خیر؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانانی که در این بحث با ما اشتراک کردن میپرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک اسحاق‌زی، رئیس کانگرس ملی افغانستان از بلژیم، دکتر علی سمع آگاه روابط بین الملل از هنگری و تا لحظات دیگر آقای ادریس محمد زازی آگاه مسائل سیاسی در استودیو در این بحث با ما اشتراک خواهند کرد. مهمانان عزیز تشکر که در این بحث حاضر شدید. میخوایم بحث را با آقای اسحاق‌زی شروع کنم که گرچه فاصله ها بین حکومت سرپرست و جهان در مورد خواسته ها بیشتر است، اما چی فکر میکنید که حکومت سرپرست با رسمیت جهانی آیا فاصله بیشتر دارد؟ خب ما به یک قیدستم آقای محمدی، اول سلام به شما، به مهمانان عزیزتان که حضور داره و بینندگان تلویزیون جهانی نور. ما به یک قیدستم که بسیار ضرورت است که حکومت سرپرست طالبان بر بنیاد یک قانون ملی با مردم افغانستان داخل تعامل شوند، یعنی قانونی که بتوانه رابطه عادلانه بین حکومت با مردم تامین کنه و هاکذا با یک قانون بر بنیاد منافع ملی و انسانی داخل مذاکره جهانی شود. یعنی ما متحد به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم، متحد به منشور ملل متحد هستیم از سال 1948. بنابراین اگر قرار باشه که ما با این برنامه ها پیش بریم، اول ضرورت است که ما مشروعیت ملی رو کسب کنیم. بیشتر از 2 سال حکومت سرپرست مونده. خب در بین از این ساختارها هم تلاش های صورت گرفته، یعنی نقد های از داخل خود طالب ها هم مطرح است و از فعالین سیاسی و اجتماعی و مدنی. در قدم نخست مسئله اساسی که پیش جهان هم مطرح است و پیش مردم افغانستان هم مطرح است و بر بنیاد منافع ملی افغانستان هم است، آموزش برای زنان، آموزش برای دختران، کار برای زنان. بنابراین ببینید که این هم ما را، دسترسی ما را از تکنولوژی که روز رقابت ها رقابت های اقتصادی است و هم حرف اول تکنولوژی میزنه، مرون میسازه، هم تولید یعنی ثروت به وجود میاره. اگر ما کار ایجاد نکنیم و از کار تولید به وجود نبیاره، برای اقتصاد ما متضرر میشه و ما نمیتونیم که در رقابت های منطقوی و جهانی برنامه های خود روز پیش ببریم و با سربلندی زندگی کنیم و دست ما از احتیاجات منطقه و جهان کوتاه شود. بنابراین ما به یک قیدستم که ما ضرورت است اول یک قانون جور کنیم که اول قانون اساسی افغانستان باید رابطه حکومت با مردم عادلانه تنظیم کنه و تامین کنه. این قانون باید را باز کنه به سوی ازی امر که اما تو که خود بعضی از وزرای طالبان میگه که انحصارگری رای حل مسئله نیست. یعنی ما قانون باید اول را باز کنه به سوی مشروعیت ملی. مشروعیت ملی مطلق به مردم تعلق داره و مربوط و محدود به از این است که حقوق اقلیت و حقوق فرد در اوجه رعایت شود. بعد از اینکه ما قانون بسازیم، قانون
با می اصل که انحصارگری جلوگیری کنه باید تفکیک قوا بیاید در ولی آقای ساق صاحب، تاکید حکومت سرپرست در باب قانون اساسی است که قانون ما شریعت اسلامی است و طبق از او راه رو ما است. چه فکر میکنین که آیا میتونه که در کنار قانون شریعت اسلامی قانون مدنی دیگه را اینا در کار بگیرن تا مشکلاتی که صدرای حکومت سرپرست است در شرایط کنونی برطرف شود؟ خب شما است تقریبا 100 سال پیش شما ببینید دوره حضرت امان‌الله خان قانون که ساخته شد، هم مسائل مذهبی ما یا اسلامی مد نظر گرفته شده بود کاملا، یعنی تمام عرصه ها محافظت می شد. و بعدا دوره علی حضرت محمد ظاهر شاه شما ببینید از اون دوره هم به تقریبا 50 سال مگذره و حتی بیشتر که آغاز شود تقریبا 90 سال یا 80 سال، اونا هم تمام برنامه های خود در اونجا هیچ کس توان زیر نداشت که در برابر عقاید اسلامی مردم افغانستان یعنی توهین یا تحقیر کنه و یا مانع عدم اجرای او شود. بنابراین ضرورت است که مجموع کشورهای اسلامی هم قوانین مدنی دارن، هم قانون اجتماعی دارن، هم رعایت میکنن قانونشان منافع ملی کشورشان ها. یعنی ما میتونیم که در برنامه های خود مسائل اسلامی یک اصل اساسی، چون 90% مردم ما تقریبا 9% مردم ما مسلمان است، پیوسته در طول 100 سالی مسئله رعایت شده. مگر چیزی که ضرورت است ما به قانون مدنی جدا نیازمند هستیم، مسئله برنامه های اقتصادی، برنامه های حقوق بشر، برنامه های رسیدن به تکنولوژی و مسئله آموزش، آموزش معاصر امروز، اگر ما دسترسی پیدا نکنیم و قانون اساسی خود قانون باز نسازیم، قانونی که ما را دسترسی ما را پیدا کنه به مدرنترین تکنولوژی معاصر و ما را داخل برنامه های جهانی نسازه، شما مجموعه کشورهای اسلامی را ببینید، اینا همش قانون مردمشان مسلمان هستند، قوانین اسلامی هم دوجه جاری است، ولی قوانین مدنی، قوانین اجتماعی، رعایت حقوق شهروندان، برابری حقوق شهروندان، یعنی اگر قانون برابری تمام شهروندان را تامین و تضمین نمی کنه با وسیله قانون، او دوباره وقتی که برابری تضمین نشد، وقتی که تعصب به وجود آمد، وقتی که ما به گفته خود آقای ملا یعقوب گفت که انحصارگری نمیشه و ما نمیتونیم خود در محدوده یک مدرسه نگاه کنیم، اگر ما تعصب دامن بزنیم بنان دوباره زمینه تشنج و جنگ و خشونت به وجود میاد. ضرورت است که ما یک قانون مدونی بسازیم که در سرلوحه از او تامین منافع ملی، آزادی و پیشرفت افغانستان باشه، یعنی رعایت دین مبون اسلام و رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت قوانین مدنی و اجتماعی و سیاسی کاملا مطابقت داره با منافع افغانستان. و ما در این برنامه باید تمام جوانب مسئله را، هم تاریخ افغانستان، هم خصوصیت ویژگی های جامعه افغانستان، هم جامعه جهانی را که ما چگونه شامل جامعه جهانی شویم، چگونه شامل تکنولوژی و اقتصاد مدرن شویم تا افغانستان به طرف شهرهای پیشرفت و آزادی و عدالت و ترقی ببریم. بله سپاس. آقای سمیع، فکر میکنین که در باب اظهارات که سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده داشته که گفته فاصله داره حکومت سرپرست بر رسمیت شناخته شدن، مشخصا چه فاصله ای را داره حکومت سرپرست که نتونسته تعامل جهانی را تا حالا کسب کنه و تا حالا نشده که رسمیت بر رسمیت شناخته شود سوی جهان؟ احترام و سلام خدمت شما، خدمت ساغزه صاحب و خدمت همکار سیومی ما که رسیده یعنی و به تمام بینندگان شما سلام عرض میکنم. مسئله بر رسمیت شناسی حکومت طالبا از هم اولتر که در چندین مبحث ما روی ازی تمرکز کردیم، از هم اولتر برمیگرده به نظامسازی و حکومتسازی رسمی در افغانستان. بیشتر در رسانه‌های افغانستان و شما همچنان از کلمه یا از اصطلاح حکومت سرپرست استفاده میکنین. حکومت سرپرست برای یک جریانی گفته میشه که نظام وجود داشته باشه و بنابر هر مشکل حکومت در حالت تعدیل باشه و تا ای که انتخابات جدید صورت میگیره یک حکومت سرپرست نظامی و امور به دست میگیره. من فکر میکنم چون طالبا خودشان چیزی را ایجاد کردن و حکومت موقت بود، حکومت سرپرست نبود، اینا آمدن و جمهوری، نظام جمهوری چیزی که در افغانستان وجود داشت و تا سطح صفر و به سطح خاک از بین بردن و برای فعلا امارت سازی میکنن، حکومت سازی میکنن و این یک حکومت موقت است.
بنابراین تا وقتی که حکومت از اینا و نظام از اینا درست تکمیل ساخته نشه، قانون اساسی از اینا ساخته نشه و اینا به عوض حکومت موقت یک حکومت که نمی فهم بزرگ خودشان از کدام راه و از کدام شیوه و از کدام کانال او را ایجاد میکنن و حکومت دائمی می باشه، نظام دائمی می باشه، قانون اساسی می داشته باشه، نظام رئیس می داشته باشه و قوه مقننه می داشته باشه و قوه قضایه و این مسائل، بعد از او باز دنیا میتونه فکر بکنه که امین نظام که برای دراز مدت ها ساخته شده در افغانستان و تعریف خود داره این قابل پذیرش است یا نه، ما میتونیم با اینا رابط سیاسی داشته باشیم یا نه. هر 5 کشور یا 10 کشور یا 100 کشور در جهان اگر تانستن باز با امون نظامی که به شکل درست ساخته شده باشد ایجاد روابط میکنن و کسی که باز خود نزدیک و کدام کشور خود نزدیک با او ساختار نبینه اونه ایجاد روابط صورت نمیگیره. بله، حالا در باب میارها اگر صحبت داشته باشیم و تحلیل و ارزیابی کنیم، حکومت سرپرست و خواهیم فکر میکنین که میارها را برآورده کرده، گرچه همیشه تاکید شده برای میارها از سوی حکومت سرپرست که میارها تکمیل است ولی اقدام نمیکنه جهان که او را به رسمیت بشناسه. امارت اسلامی یا تحریک طالبان از سال 1994 که اینا در قندار حضور یافتن و تا امروز هیچ نوع تغییری در راهکار از اینا، در اندیشه از اینا، در سیستم کاری از اینا دیده نشده و این یک اندیشه کلاسیک است و در اندیشه های کلاسیک هیچ وقت تغییر پذیر نمی باشند. اینا به شکل جزمگرایانه ایجاد میشن و به شکل جزمگرایانه هر چقدر عمری که داشته باشند 50 سال، 100 سال، 200 سال و به اون شکل جزمگرایانه که ایجاد شدن به اون شکل و به اون ساختار پس دوباره محو میشن، از بین میرن. بنان طالبان معیارهای خود دارند، مطابق معیارهای خود تمام مسائل تطبیق کردن. بله، ما اگر از دید طالبان میبینیم تمام معیاری که اینا وعده کرده بودن به مردم خود و به جنگجویان خود و به خدای که اینا پرستش میکنن و به مو تعاریفی که از دین اسلام اینا دارن، تعاریفی که از مسائل مذهبی اینا دارن، مطابق همون معیارها تمام مسائل هنوز شاید تکمیل نکرده باشد اما 90% یا 95% تطبیق کردن. اما ای که معیارهای سازمان ملل چی است، معیارهای جهانی چی است، معیارهای آمریکایی چی است، غربی چی است، لیبرال چی است و اندیشه های غربی مطابق از اون نخیر. بله، حالا که معیارهای خود را داره و قسم که شما تعریف کردین معیارهای کلاسیک خود را داره، میشه که حکومت سرپرست را جهان با می معیارهای مشخصی که خودش داره به رسمیت شناخته شود؟ ببینید، صحبت ما از موضع‌گیری ایالات متحده آمریکا آغاز شد. در جریان که از سال 2019 تا سال 2021 ایالات متحده آمریکا با طالبان به سر میز نشسته بود و مذاکره میکردند. ما مردم افغانستان سالهای سال بود که از طالبان فاصله داشتیم و مستقیم با طالبان در رابطه نبودیم و امریکایی ها با سطح اعلاترین سطح رهبری طالبان اونا رابطه داشتند و میدیای غرب و حتی نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و تمام وزارت خارجه امریکا 2 سال مکمل از سال 2019 تا سال 2021 اینا دهل به دست داشتن و دهل زده می رفتن که طالبا تغییر کرده، طالبا اصلاح شده، طالبا حقوق زنا را می پذیره، طالبا چنین می کنن، طالبا چنان تراشیده بودن، خود امریکایی ها چنان تراشیده بودن که طالبا یعنی دموکرات ترین جریان اسلامی عصر حاضر و امروز این را ما از خود امریکایی ها پس می شتیم. بهتر است که امریکایی ها باید حداقل در مورد خود تصمیم بگیرن، در مورد امو عناصری که از طالبا دموکرات ترین و آزاداندیشترین جریان سیاسی جهان معرفی کرده بودن با اونا یک دفعه حساب خود پاک بکنن، بعدن بیان در مورد افغانستان و در مورد طالبان صحبت بکنن که اینا چی معیار تکمیل کردن چی نه. سپاس برمیگردم آقای علی، تشکر آقای زازای، خوش آمدید به بس. حالا ایالات متحده مدعی شده که حکومت سرپرست فاصله بیشتر را داره تا اینکه به رسمیت شناخته شود و آقای علی هم به این نظر و تحلیل است که حکومت سرپرست به معنی حکومت موقت است که تا اینجا کار آمده و تغییر دیده نمیشه، تغییر اندیشه در اعضای حکومت سرپرست و بخصوص در طالبان و همچنان اندیشه کلاسیک داره. با این مشخصاتی که آقای علی گفت، حکومت سرپرست مشکل است که به رسمیت شناخته شود. من حکومت را بشرح لی صدری فیصل لی امری و احل لغدت من لسانی یفقه و قولی. سلامون محمد سیبتا است. علیکم سلام. درنو ملمانوتا. اطول درنو لدون کردون که سلامون نانیکی لفندکم. ګوره د مشروعیت یا د رسمیت پیژندنې پروسه دومره اسانه ده لکه څومره چې
ترسترګو کېږي. مشروعیت په دوه ډول دی، یو داخلي مشروعیت دی، خپل اتباعو سره، خپل ملت سره، خپل وطن سره، پراته قومونو سره مشروعیت حاصلول وي، یو نړیوالو سره، همسایګانو سره، نړیوال سازمانونو سره، بین المللي مشروعیت یا رسمیت پیژندنې پروسه په لاره اچول دي. دلته تر ټولو مخکې ضروري لازمي مشروعیت داخلي مشروعیت دی، چې څنګه کولی شي یو حکومت په داخل کې د مشروعیت سطح لوړه کړي. اول کارخانگی یا اول قدم یا اول فرضی وجیبه چې باید ادا کړي ملت حکومتونه، هغه دا ده چې خپل ملت سره مشروعیت سطح لوړه کړي. دا یو نړیوال حقایق دی چې د دنیا په سطح یو مملکت هم خپل ملت سره سل په سلو کې مشروعیت نه لري. دا واضح خبر ده، هر حکومت په خپل ملت کې مخالفین هم سره لري، باغیان هم سره لري، اپوزیسیون هم سره لري، خو بیا هم کوشش کوي چې دغه مخالفت سطح کم وساتي او د مشروعیت سطح لوړه وساتي. اسلامي امارت دی دغه نمخ کې چې په نړیوال مشروعیت باندې کار وکړي، امریکا سره مشروعیت حاصل کړي، همسایګانو سره مشروعیت حاصل کړي، یا د مدني ټولنې نړیوال ټولنې چې هغوی سره ځان برابر کړي، ضرور لازمي خبر دا ده چې خپل ملت سره د مشروعیت سطح لوړه کړي، د مشروعیت حاصله شوې برخه په محبوبیت باندې بدله کړي. یو دویمه دا کومې سره کرښې چې امریکا د اسلامي امارت پر مخ باندې یا د حاکم حکمران حکومت پر مخ باندې ښکلي دي. زه فکر کوم تر ډېر حده پورې چې اوس عصري کرښې سره یادوي، هغه صرف بهانو جویي دي، د بهانو لپاره چې دوی د میز تر شا باندې اسلامي امارت سره کومې خبرې کوي، کومې تقاضاګانې سره کوي، کومې غوښتنې تبادله کېږي سره، هغه صرف اسلامي امارت مشرانو ته او د امریکا مشرانو سره معلومې دي. ځکه دا څو موارد خبرې وي، خو دا په نړۍ کې داسې ملکتونو کې ترسره کېږي چې هلته سره دغه څلور واړه ګونه کوم مشکلات چې اسلامي امارات کې نړیوال په ګوته کوي، هغه اوس په هغو ملکتونو کې شته ده. لکه فرض مثال همشمول حکومت، اما شمول حکومت په عربستان کې شته، د خلیج په ډېرو هېوادونو کې شته، نشته همدا د قطر چې هغه ډېر ملګري ورسره ده، اما شمول حکومت په کې شته. زموږ نږدې پاکستان کې شمول حکومت شته، ایران چې هر وخت موږ ته شمول حکومت هلته شمول حکومت شته. چه چیزی هست که بهانه قرار میزنید؟ زمن در خبر تر ازمه اوس نړیوال یا امریکا، خصوصا امریکا د اسلامي امارت ایدیالوژي سره مشکل لري. اسلامي امارات د ایدئولوژي سره مشکل لري. هغه ورته وایي چې تاسې سره موږ په هیڅ مشکل نه لرو، په هیڅ سره کې سره مشکل نه لرو، صرف مو دغه اساسي قانون یا تګلاره مو یا د کوم قانون چې تاسې د خپل منشور ګرځوله ده، دا اسلام مه کوئ سره. راځي دا ځینې خبرې په اسلام کې سره ایډیټ کړو، په اسلام کې سره واشو، هغه منشور موږ ته درکړو یا اساسي قانون ته درکړو، هغه په ځای په ځای کې دا اسلام نه ډېر دغه مه جوړوي، بیرغ مه جوړوي. دین لیک راباور لیک سره خښ تعامل سره وکړو، نو دا تاسو د اوس هم د افغانستان ستاسو د مبارک د شبل دغه در سره نشته، رقیب رقابت سره نشته. دغه ځکه اسلامي امارت مشران سره نه مني چې تر څو دوی په دغه قانون کې یا دوی تګلار کې نړیوال ګوتی وهي او د اولاو او د رسول کوم خبره چې دی هغه ډیر شي، هغه کې به نور نړیوال قوانین سره یو ځای شي. ځکه چې دلته ډیر قانون دی. اول امریکا د اسلامي امارات سره په دغه باندې قصاص باندې مشکل لري. صرف دا خبر نشه د جنو مکتبونه بندیز خبره ده، یاد جنود پر مخ باندې د پانتونو بندیز در نحوه بهانه های صرف یو بهانه ده. اسلامی امارات او امریکا په ډېر خبرې کې سره تفاهم دغه لري، مشکلات سره لري، په ډېر خبرې کې یو بل سره نش کول شي، دغه ور سره د دایاتیر شي، اغه تیر شي، ادا تیر شي. ځین نور خبرې دي چې نه پرېږدي چې اسلامی امارات او امریکا غواړي چې اسلامی امارات د پیګا بیا سره ولري، ولري عدالت بیا غواړي شلته یو ځای سره ولري. اسلامی امارات نور سره مني هغه ځینې مشکلات دي چې اسلامي امارت د امریکا سره په ټکر کې دي. صرف دغه کرښونه وتلې چې دغه زموږ مر سره مونږ د امریکا غوښتنه نه ده، هغه صرف د ملت او د حکومت ترمنځ د مشکلاتو ایجادولو لپاره هغه څو خبرو ته امریکا هم هوا ورکوي چې هغه زاویې نه، هغه نقطې نه ملت د حکومت پر مخ باندې ودرېږي. لکه بار بار دا خبر ته هوا ورکول چې مکتبونه ول نه پرېغوستل کېږي، ښځې مکتبونه او جنکیان مکتبونه ول نه پرېغوستل کېږي. زما چې نړیواله پر مخ باندې هم د اسلامي امارت د سیاست نه کار واخیستل شي، نجونو ته د مکتبونو او د پوهنتونو اجازه ورکړل شي تر څو د امریکا دغه بهانه هم سره خلاصه شي، د نړیوال جامع د بهانه هم سره خلاصه شي. زما تمنه مکه دا مشکل هم هر شي بل مشکل برای جدي حکومت سرپرست اعضایش تغییر کرده یا در گذشته از خیلی کوتاه اگر در یک جمله بگویید. او فکر کنم مشو دور ارتقی سره کړی ده. بله، یعنی په خوانه دې ارتقی سره کړی ده. سپاس. آقای ساقزی، حالا می فاصله ای را که ایالات متحده مطرح میکنه، چی چیزی از قانون اساسی است، حکومت همشمول است، رعایت حقوق بشری است و
در باب دیگه که آقای زازه اشاره کرد به او که تغییر نکردن اعضای حکومت سرپرست و بخصوص ایدئولوژی اعضای حکومت سرپرست است. خب آقای محمدی، من به یقی دستم که در این بخش من کاملا توافق دارم که طالبا چه زودتر مشروعیت ملی رو بگیرن. و مشروعیت ملی ایست که تمام بهانه های کشورهای مختلف منطقه و جهان رفع کنند. یعنی باز کردن مکاتب و آموزش برای زنان یا کار برای زنان با منافع ملی ما مطابقت داره. ما نباید در تقابل با منافع ملی عمل کنیم و این بهانه بگذاریم هم مردم را راضی بسازیم و هم جهان برش بهانه بدیم. بنابراین من به یقین هستم که مشروعیت ملی به مراتب ارجیت داره نسبت به مشروط جهانی. شما ببینید در 20 سال تاکید داره آقای ساغزی که در باب مشروعیت داخلی اینا مشروعیت را از مردم کسب کرده، به نحوی ازی که اینا داخل شدن در افغانستان رضایت مردم بوده و به نحو مشروعیت خود را هم گرفته. خوب زندگی نشان داد در 40 سال که هر کسی که آمدن مثلا از دوران کودتایی که شروع شد از سردار محمد داوود بنان و کودتا آمدن، از طریق نظامی آمدن، بعد هم چپا آمدن، بعد هم تنظیم ها آمدن از نام طبقه، از نام حالا مشروعیت کسب کرده یا نه آقای ساغزی؟ نه، من به یقین هستم که مشروعیت البته متعلق کاملا به مردم است که طریق آرای مردم انتخابات صورت بگیره به طور شفاف و عادلانه، نه ما تقلبی مثل جمهوری تقلبی گذشته که هم جمهوری به تقلب بود، هم آزادی را، هم دموکراسی را، هم مسائل اسلامی را استفاده شد، مسائل قومی استفاده شد. ما به یقین هستم که بعد از او که حکومت مردم از طریق مردم اگر به وجود می آید، باز هم ضرورت داریم ما به ای که این محدود میشه تا قوانین محدود میشه و خود ساختار حکومت، اقلیت هایی که در وجود داره، یک فردی که هست، حتی یک فرد در کشور ما زندگی میکنه با عقاید مختلف از باست، با قوم مختلف است یا مثلا جنس مختلف است یا مذهب مختلف است، این باید حقوق انسانیش مطابق قانون ملی ما تامین و تضمین شود. برای اینکه مردم باید امنیت خود در چتر حاکمیت قانون و چتر یک دولت ملی حرفه‌ای ببینه. بنابراین من به یقین هستم که در قدم نخست ببینین ما وقتی که خود ما بهانه هایی را برای جامعه بین المللی میتیم، خب چیزایی که در خفا وجود داره، مجموعه کشورهای دنیا دنبال منافع سیاسی و ملی خود هستند، ولی چیزی که ظاهرا برای ما رعایت حقوق زنان، رعایت حقوق بشر، حقوق بشر رو کاملا مطابقت داره با منافع ملی کشور ما. ما خود ما متحد به او هستیم. یعنی افغانستان کشور کوچک است از لحاظ برنامه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، هنوز ما تولید نکردیم، اگر نیست ثروتمندترین کشور دنیا هستیم، یعنی بیشتر از 1000 معادل داریم، ولی مهم است که چگونه ما بتانیم که برنامه های ملی خود طوری تنظیم کنیم که نه بهانه برای مردم بانیم، نه زمینه نارضایتی مردم مساعد شود. امروز شما ببینید که هر روز اینا عقب میرن به طرف حقوق اساسی و انسانی بله زنان، حتی آرایشگاه مسجد میشه. به این نظر از آقای ساغزی که ایالات متحده با ایدئولوژی مخالفت داره و همی بهانه های را که میگیره در باب حکومت همشمول و نقض حقوق بشری و زنان دختران تحصیلشان یک نوع بهانه است، اصل مشکل در ایدئولوژی است. فکر میکنین که ایدئولوژی ایالات متحده با ایدئولوژی حکومت سرپرست همخوانی و تعامل نداشته باشه؟ وجه مسئله، خب ما مخالف حکومت های ایدئولوژیک هستیم، چی مذهبی باشه، چی قومی باشه، چی نژادی باشه، چی طبقاتی باشه. ببینید کمونیسم است، فاشیسم است، حکومت های افراطی مذهبی است، اینا همیشه دیکتاتوری و انحطاط در مملکت ها آوردند. ولی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای دنیا کدام ایدئولوژی را حق ندارن بالای ما تحمیل کنند. اونا میگن ما متحد به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم، افغانستان هم متحد به اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ضرورت است حکومت سرپرست طالبا بر بنیاد منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر داخل بحث با اونا شوند و با رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر حق خود است در برنامه های بین المللی تقاضا کنند تا به مشروعیت بین المللی هم برسند. ولی باز هم تاکید میکنم که اصل مشروعیت ملی بسیار مهم است. بنان اینا دنبال ازی شوند که مردم راضی نگاه کنند، یک رای یک حکومت مشروع باز کنند، از آلت سرپرستی یا به گفته دوست ما موقت. خیلی متوقع شاغزای در باب تغییر میشه. آیا فکر میکنن که اعضای حکومت سرپرست تغییر کرده و اندیشه‌شان تغییر کرده؟
شما در بینشان ببینین بسیار از کسای عطا دست وزرایش میگه که ما این سالگرد قبول نداریم، ما نمی خواهیم که این را محدود بسازیم در یک مدرسه، حتی کارای نکنین، برای دیگرای خود توصیه میکنن که مردم از دین مبین اسلام بیزار بسازین. یعنی یک نوع تغییرات و ریفرم ها در داخل از یام ادامه داره و یک تعداد شخصیت های ملی و آزادی خواه افغانستان که دستشان به خون مردم به مال مردم آلوده نیست، اینا میتونن که در کنار هم رای مشروط ملی رو باز کنن و رای مشروط ملی در تفاهم با شخصت های ملی و آزادی خواه افغانستان که هم منافع ملی تامین شوه هم حقوق بشر، ما رای مشروط ملی و جهانی را باز میکنیم. بله، سپاس آقای اسحاق‌زاده. آقای سمی، فکر میکنین چی باید شوه؟ حالا چی گونه هر دو طرف به قناعت یکدیگر صحبت داشته باشه، گرچه نشست ها و همچنان حالا از دوحه گرفته تا نشست های مختلف دیگر قناعت جهان را حکومت سرپرست حالا فراهم نکرده، چی باید شوه تا مشخصا این دو طرف بر تفاهم بیاید و تعامل صورت بگیره؟ تعامل با جهان اگر ما فکر میکنیم خب یک بحث بسیار مغلق و بسیار پیچیده است، اما اینجا مسئله مشروعیت مطرح است و در مسئله مشروعیت وقتی که ما به تیوری ها میپردازیم، تیوری های مختلف و اندیشه های مختلف وجود داره که ما چطور میتونیم برای دولت خود و برای قدرت خود یا برای حاکمیت خود ما مشروعیت کسب بکنیم. این که ما در نظام های دموکراسی میبینیم که به مردم رجوع میشه و او همچنان فرق میکنه، اشکال مختلف داره، کسی مستقیم از مردم رای خود میگیره، کسی از نماینده های مردم رای خود میگیره. اگر با حزب کمونیسم میریم یا با کمونیسمی که در گذشته شوروی بود، میبینیم که اعضای حزب و نماینده های حزب تنها تصمیم گیر هستند. وقتی که میام با اندیشه کلاسیک که طالبا دارن، در اینجا در چنین یک اندیشه اینا مشروعیت خود طوری که خودشان میگن، اون همگی مسلمان است در افغانستان و اینا مشروعیت خود در حاکمیت میبینن و حاکمیت و مشروعیت خود اینا از خداوند و از ذات لایتناهی میگیرن. بنابراین در اینجا دیگه هیچ نوع تفاهم بین جهان غرب و بین طالبا به میان آمدن نمیتونه، تنهایی که اگر کدام رخدادی باشه. خب غرب یک مسائلی است که و یکی مسائلی است که اینا صحبت میکنن که حقوق بشر است یا این است یا آن است، یکی خواست هایی است که قسمی که زازه سبان به او تکرار به او اشاره کردن، خواست هایی است که در سر میز بین امریکایی ها و بین بزرگان طالبا مطرح میشه و اینکه امریکایی ها از طالبا چی انتظار دارن که طالبا چی باید بکنن و طالبا مطابق میل از وا اما بخش سیاست خود اینا انجام نمیتن، اینجاست که مسئله مخالفت به میان میاد. این که ابزارهای مثل امریکا میشه نام دموکراسی یا حقوق این و حقوق آن با خود جای انتقال میده، یک بحث قضیه است. اما وقتی که مسائل نفع سیاسی را ما میبینیم یا هنگامی که اونا عملا در یک قضیه دخیل میشن، پس میبینیم که این مسائل باز هم رنگ خود از دست میتن، بلکه یک خواست سیاسی در اوجه مطرح میشه. اساس گپی است که غرب، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و تمام ساختار یا کمپلکس نظامی سیاسی اقتصادی ناتو تاثیر خود بر سر طالبان از دست دادن. سیاست دیپلماسی یعنی تاثیر و اینا تاثیر خود از دست دادن. با وجودی که پول میتن، اما پولشان همچو احمق پولی پرداخت میشه، اما چیزی را که میخواین از طالبان در منطقه، مثلا کار را که با آوردن آقای اشرف غنی تمام سیاست خارجی افغانستان در مقابل ایران، در مقابل روسیه، در مقابل چین، در مقابل هند، در مقابل ترکیه اینا تغییر دادن و به جهت منفی و به امتداد سیاست خارجی امریکا تبدیل کردن، اینی کار با طالبان اینا انجام دادن نمیتونن و اساس مخالفت غرب با طالبان ای است، نه ای که طالبان چی نوع برخورد داره با طبقه زنا، چی برخورد میکنه با مردا، چی برخورد میکنه با مکتب، چی برخورد میکنه. این مسائل برای امریکایی ها مهم نیست، اینا در سوریه امیاله، در شمال سوریه گروه های تروریستی را اینا حمایت میکنن که البته بر خودشان تروریست نیست، به ترکیه یا به روسیه یا به سوریه و بسیار کشورهای دیگه اونا تروریست هستن، بم گذاری میکنن، اونا قتل عام میکنن، کشت و خون میکنن، اما تحت حمایت ایالات متحده قرار دارن و در اونجا فعالیت دارن، یک منطقه خاک هم به دستشان است. برانی یا اینا کار را که مثلا در لیبیا کردن، این نه دموکراسی بود، نه حقوق بشر بود، نه هیچ چیز بود. بنان اساس گپی که یک مخالفت وجود داره که امریکا، غرب و طالبان کدام چیزی در شاید در برابر ایران، شاید در برابر روسیه، شاید در برابر چین تقاضا داره و طالبان سیاست خارجی خوده. طوری که من میبینم سیاست خارجی خوده در 1.5 2 سال گذشته
تقریبا به طرف حفظ کردن و بسیار کوشش میکنن که طرف یکی از کشورها یا قدرتها اینا نزدیک نشن. و اساس مشکل امریکا با طالبا ای است، چون امریکایی ها انتظار نداشت که نظام جمهوری اسلامی افغانستان فرو بپاشه و تمام ساختار از بین بره و طالبا به این نوع قدرت بزرگ در افغانستان دستیاب شوند. و ای که یک بار سیستم تغییر کرد و آقای اشرف غنی در یک جریان یا در یک حالت یک تصمیم را گرفت که باعث حاکمیت مطلق امارت اسلامی بالای افغانستان شد، برای فعلا غرب تاثیر خود بالای طالبا از دست داده. بله، حالا سیاست را که تایید سال حکومت سرپرست داشته، فکر میکنه یک سیاست موفق است و اگر ادامه پیدا بکنه حکومت هم به نحو قسمی که شما میگین موقت باشه و بر رسمیت شناخته شدنشان مشکل باشه، فاصله زیاد داشته باشه، پس آینده ای افغانستان را چی گونه ارزیابی میکنید؟ خیلی کوتاه. یکی مسئله ای است که آبادانی است. میبینیم که مشتهیم که طالبا فلان سرک ساختن، طالبا در آنجا یک بند برق ساختن، طالبا مثلا یک بند آب ساختن یا این یا آن. این مسئله هر کسی که باشه، انجینیر، ساختار انجینری یا سمت یا خشت و سنگ عین شکل گذاشته میشه و عین شکل آباد میشه. اما ما در یک و نیم دو سال گذشته میبینیم که ارزش درس، ارزش مکتب، ارزش دانشگاه و پانتون، ارزش تخصصی شدن، ارزش دکتر شدن در وجود نسل جوان افغانستان، نه تنها خانم ها خوب بالکل رفتن و طالب ها ثابت ساختن، با یک تصمیم ثابت ساختن که تغییر نکردن و هر آن کسی که اشتباه میکنه که ما تغییر کردیم، پس با این اقدام ما باید بدانه که نخیر، ما تغییر نکردیم، طالب ها خانم ها در خانه نشستن و تا آخر نشستن. تشکر. در نفوذ مردا و جوانان هم که ما میبینیم، اینا نه علاقه به درس دارن دیگه، نه علاقه به تحصیل دارن، نه علاقه به مکتب دارن. ارزش درس و تحصیل در این کشور از بین رفته. برمیگردیم آقایلی، معیار خدازدگی در این وطن با سواد شدن و معیار خدازدگی در این وطن با سواد شدن و روشن فکر شدن شده. یک جامعه را به سمت بردن که همگی باید بی سواد باشه، هیچ کس مهر عشق و سپاس و تحصیل و تخصص شدن در دلش نداشته باشه و یگانه آرمان جوانی باشه، حتی آرمان طفلا و بچه های خود طالبا این است که باید از افغانستان یک راه فرار پیدا بکنن و به اروپا برسن، به کشور اروپایی زندگی. برمیگردیم. این یک یان هیچ وقت خوشبختی باز تا 10 سال دیگه، تا 20 سال دیگه برای کسی برمغان نمیرن. تشکر. آقای زازه، حالا راه حل یا مثلا تعاملی که هر چیز زودتر پیدا شد و بین حکومت سرپرست و جهان چی است؟ هر دو طرف بر تاکیدها همیشه پابرجاست و اون طرف خواستهایی که از حکومت داره، حکومت هم پس جواب میده که حکومت هم شمول است، رعایت حقوق بشری جریان داره، به آب آموزش هم در چند مدت یا تا امر ثانی متوقف است، بعد از اویش شاید دام که شروع شود. حالا چی باید شود در زودترین فرصت تا انزوایی که در داخل افغانستان است بشکنه؟ من نکام اسلامی امارت تحمل فکر نکام چی نړیوال سره د اسلامي امارت تعامل دومره په اسانو نقطو الفاظ باندې راټول شي وکړ شي، ځکه چې ایډیالوژي د نړیوالو غوښتنه د نړیوالو هغه اسلامي امارت کوم کړندار شته سره فرق کوي، په هر اړخ سره فرق کوي. یو هغه وي چې د نړیوال د خپلو غوښتنو څخه راتیر شي اسلامي امارت سره سازش وکړي، وګر نه موږ خو د اسلامي امارت ایډیالوژي سره د شل کلونو کې سره ولیدله. اته څلویښت حکومتونو، قدرتونو، اټومدارو مملکتونو، سازمانونو، اسلامي امارت په ګوندو نکړل شو، نو اوس دا غوښتنې، تحریمونه، بندیزونه نشي سره کولی. چین تقریبا 15 کاله نړیوالو په رسمیت ونه پېژندلو، چین 15 کاله نړیوالو په رسمیت ونه پېژندلو. ولې کامیاب شولو نن؟ ولې چین تقریبا د ټول نړۍ 50-60% ضرورتونه سره پوره کوي؟ هغه ځکه چې هغه خپل ملت ته توجه وکړله، خپل ملت ته رجوع وکړله او خپل ملت باندې کار وکړلو، درس ورباندې ولولو، تحصیل ورباندې وکړلو، تخصص پکې پیدا کړلو. جاپان باندې چې کله اټوم استفاده شول، فیټمن او لټل بوی په نام باندې اتوم ورباندې استفاده شول، سر کوم قراردادونه کوم تفاهمنامې چې امریکا سره وشلې، هغې نه وروسته امریکا ورته کانتینر د مواد غذایي ورته راولېږل. جاپان بیرته ویل دغه نه د اټوم نه ستاسې دغه کار خطرناک دی، هغه د دې لپاره خطرناک دی چې دغو خلک ووژل، مګر دا ستاسې کار چې کومکونه موږ سره کوي، دا زموږ ملت اوس لټه مخته کوي، د حکومت او ملت ترمنځ فاصلې سره کموي. زما ملت بیا نه کار کوي، نه ترس وي، نه تحصیل کوي، نه کوشش سره کوي،
اما او چې بیرته کنټرول ته راپاس کړ خپل ملت باندې جاپان غږ کړلو چې اوس خو را باندې اتوم استفاده شلو یا به مړ کېږو او یا به احتیاجي ګو او یا به د کامیابۍ هغه غل څوک ته ځان سره رسوو کوم انتخاب وو ملت ورته وویل چې دریم انتخاب وو د دریم لپاره دوی په چي کار باندې وکړلو په درس باندې کار وکړلو په چي په باندې کار وکړو تحصیل باندې کار وکړو په چي په باندې کار وکړو تخصص باندې کار وکړلو جاپان نن د دنیا په سطح باندې صنعتي کې یا زراعتي کې دواړو کې ټاپ لیول باندې ده ولې چې خپل ملت ته رجوع وکړه اسلامي امارت هم که تقریبا کال کې اپلانی کال کې د بهرنیو چارو وزارت نړیوال سره میټینګونه کوي همدومره باید د کورنیو چارو وزارت د داخلي مشروعیت اصلولو لپاره لزل سره وکړي راځي د جمهوریت قدمونه ورو پرېږدو د جمهوریت اکتونه د جمهوریت خبره تر نور سره هېدې کړو جمهوریت تر ټول مکمل تقریبا شل پنځه ویشت دېرش ولایتونه سکوت کړی وو تلویزیون کې تعرف تغیدل چې نه دغه زموږ د ملي اردو تکتیکي شاتګ کړی دی راځي طالبان باید حقیقت بینانه گفتار سره وکړي مشروعیت سطح تر کوم حده پورې ده کوم سمت کې څومره حده پورې ده څومره ملت ما سره ولاړ ده زه څومره به پر ملت باندې کار وکړم زما ملت زما په کوم نقطه کې خفه ده زما ملت ما سره په کوم نقطه کې متقابل ده ما سره زما ملت په کوم خبره کې مشکل سره لري کوم خبره کې زه کولای شم ملت زړه ته انتر راوړم دغه باندې باید اسلامي امارت سره کار وکړي ځکه چې هر ملت باندې خپل هر حکومت باندې خپل ملت راټول شولو اغه بیا نړیوال رسمن پر رسمیت ورمن پیژني اغه مستقیم یا غیر مستقیم په نړیوال باندې اغیزه کوي نړیوال په دې باندې پوهیږي چې اوس د دې حکومت تر شاته ملت ولاړ ده اوس د دې حکومت تر شاته اقتصاد ولاړ ده اوس د دې حکومت تر شاته باثباته سیاست ولاړ ده که موږ کله نړیوال سیاست په سیمنډه وکړو او داخلي رسیاغه مشروعیت باندې سترګې سره پټکو او نړیوال مشروعیت باندې سترګې سره پټکو دا به د جمهوریت په دغه باندې زو په قدم باندې زو نه اسلامي امارت به هر څه حقیقت وای هر څه حقیقت سترګې باندې وګوري داخلي مشروعیت مطالعه کې سره چې داخلي مشروعیت په کوم لیول باندې ده زه ملت سره په کوم نقطه باندې ډېر خوشاله یم ملت ورته وګوري ملت په سنی شرایط کې تر ټولو زیات زما نن په د ټویټر کې یو د دروغه غوولې د ټویټر د چا کړه وو چې کې دیش د راتلون کې هفته پورې راتلون کې میاشتې پورې کې دیش مکتبونه خلاص شي د دروغه وو جالي اکاونټ نه وو ته کې نو کټ نیم ساعت پورې زه خپل کالوګ نه زایدلم یعنی اوسنی شرایط کې د ملت غوښتنه مکتب ده سپاس اوسنی شرایط کې د ملت غوښتنه مکتب پانتون دي ته پانتون او مکتبونه سره خلاص کا تو ګر شملت پتا سره کم اتیږي نن انتخابات در نه غواړو ځکه شموږ ته انتخابات پتا لګي د انتخابات کې څوک څاټ سره کړل راي ورکوي ځکه یو خبر مهمه دي سب کوم نه د لوی جرګې طرفدار ما نه د چا خبره چې د انتخابات طرفدار ما ام داته تاسو سره مخالفت هم نه لرو چې مخالفت در سره لرو خود د غدر باندې کو خود دونه درته وایو چې بیا نور ته مې احتیاج وا نور بیا ته مې احتیاج چې موږ قابلګان ایران نه راولو استادان له پاکستان څخه راولو او داخل کې خپل هغه کوم قدر نه شدي کوم متخصصین چې دي کوم استادان چې دي هغه خپل کور نه باندې ناست وي ما ایران ته مجبوره او ما تاجکستان ته مجبوره او ما پاکستان ته سپاس آقای ساغزاب امیرخان متقی با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز دیدار کرده و سفر سه روزه که نماینده ویژه پاکستان در افغانستان داشته فکر میکنید که در اواخر تنش ها بیشتر شده بود میان افغانستان و پاکستان و آیا سفر نماینده ویژه پاکستان میتونه که راهکار مشخص پاکستان را به حکومت سرپرست ارائه بکنه و دو طرف قناعت یکدیگر را فراهم بکنه؟ اگر از لحاظ تاریخی مسئله را بررسی کنیم خود ما میبینیم که در طی تقریبا 40 سال روابط حکومت پاکستان با حکومت های افغانستان در حالت بحران و تشنج بوده متاسفانه سوء تفاهمات جدی بین حکومت ها و تا مردم ایجاد کردن ضرورت است که قرار است که اگر ما واقعا بخواهیم که روابط خود خوب بسازیم این طرف پاکستان هم باید در سیاست های خود تجدید نظر کنه و تلاش کنند که به تمام ترزی استقلال افغانستان پیشرفت مردم افغانستان و حاکمیت ملی مردم افغانستان احترام بگذارند یعنی با تجدید سیاست هم حکومت سرپرست طالبان و هم پاکستان درک روابط تقریبا همسیستیم سالمت آمه زیاد بگوییم اصل همجواری برنامه های خود پیش ببرند که در 40 سال متاسفانه نبوده برنامه دیگه برمیگرده سر از اینکه ما مشروط ملی را بگیریم خوب این گپ حکومت اما شمول یک گپ است که واقعا در ترمینولوژی سیاسی وجود نداره فقط یک خواست است که تاجکستان و ایران و روسیه و بعضی کشورهای دیگه مطرح میکنن بیشتر یاره
ولی اینا میخواین همو افراد خود داخل صحنه سیاست افغانستان بسازن. یعنی تقاضای ما ایست که در طی 40 سال متاسفانه افراد داخل صحنه سیاست افغانستان شد. شما ببینید که از دوره 14 ساله که آقای کرزی حکومت کرد و بعدنم آقای غنی آمد، اینمی آبهای افغانستان به فروش میرسید. حتی ایرانی ها ادعا کردن که آقای کرزی از ما پیسه میگیره، یعنی که همو پیسه نان دسترخان خودم میگیره. این بسیار افتضاح میز است بر افغانستان. 20 سال ما مشروعیت اکثر جهان داشتیم ولی مشروعیت ملی نداشتیم. شخصیت های ملی و آزادی خواه داخل صحنه سیاست افغانستان نشدن که اونا دارای دانش ملی باشن، دانش بین‌المللی باشن، جهان بشناسن. دوست ما از ما بین چی صحبت کردن؟ ما بین ژاپن. ژاپن با وصفه که سرش اتم در هیروشیما و ناگاساکی استفاده شد، ولی شخصیت های ملی داشتن که با کمک های بسیار کم دانستن که حکومت های ملی ایجاد کنن برای آزادی و تمدن و ترقی را به وجود بیارن. همین قسم شما ببینید برای اروپا 103 میلیارد دلار تقریبا کمک صورت گرفت و اونا تانستن که با او 103 میلیارد دلار برنامه های خود پیش ببرن که حکومت های بسیار قوی ملی و سیاسی و اجتماعی را در برنامه های سیاسی و اجتماعی خود در کشورهای خود رشد بدن و امروز به کشورهای بسیار پیشرفته و متمدن تبدیل شده. رای اساسی هم است که ما رای یک دولت با عزت ملی که طرفدار آزادی هست، عدالت هست، پیشرفت هست، این زمینه مساعد ساختن برای شخصیت های واقعا ملی و دانشمند افغانستان چی در سطح داخل افغانستان وجود داره، سطح ملی است یا داخل سیاست شوند در تفاهم با هم حکومت سرپرست طالبا، کسانی که حکومت با عزت ملی میخواهد و داخل افغانستان کسایی که بیرون از ساختار طالبا است و در خارج کشور کسان هم که مدافع یک دولت با عزت ملی و طرفدار پیشرفت افغانستان و ترقی افغانستان است و میتونه تأثیر گذار باشه در سایه اقتصادی اجتماعی بین المللی و رسیدن افغانستان به ترقی و آزادی و پیشرفت و تامین منافع ملیش. یگانه راهی است که ما میتونیم با یک اتحاد ملی سالم و با یک اتحاد قانونمند ملی و بین المللی بتانیم که رای مشروعیت ملی را باز کنیم، رای مشروعیت جهانی را باز کنیم. یعنی ما اگر هر برنامه خود بر بنیاد منافع ملی خود تنظیم کنیم، چی برنامه بین المللی و چی برنامه ملی، ما میتونیم که از گذشته ها یعنی درس عبرت گرفتیم و دیگه به طرف ساختارهای ایدئولوژیک و ساختارهای وابسته به کشورهای خارجی نمیشیم و یک کشور مستقل و آزاد خواهد بودیم که در صحنه ملی هم با عدالت برخورد میکنیم، در صحنه جهانی هم با سربلندی. بله، سپاس. آقای علی، فکر میکنین که حالا اگر به این منوال حکومت سرپرست ادامه پیدا بکنه و بدون از اینکه تعامل صورت بگیره و بحث به رسمیت شناخته شدن هم تحویل تر شود و طولانی تر شود، فاصله ها بیشتر شود، آیا میتونه که حکومت سرپرست ادامه بده؟ حکومت موقت طالبا از روزی که اینا آمدن پس از نظام جمهوری تحت مدیریت یا تحت ریاست داوود خان، هیچ نوع جریان سیاسی و هیچ نوع جریان نظامی همچو طالبا دیگه در بالای تمام اندام افغانستان اینا حاکم نشده بودند. بنان این به معنای ازی است که طالبا چی بالای تمام اندام افغانستان یا چی با قسمت اندام افغانستان دیگه برای تا که افغانستان باقی است اینا هم باقی ماندنی هستند. بنان طالبا میتونن، طالبا کپاسیتی و طالبا ظرفیت های باقی ماندن در وجود خود دارن و همچنان به این شکل که برای فعلا اینا پیش میرن که با هم با روسیه رابطه خود نیک حفظ کردن، هم با چین و هم با ایران و هم با پاکستان و به این شکل با از ایالات متحده و غرب همچنان هفته وار اینا پول به دستشان میه. این معنای زیر میته که بله، طالبا تا سالهای آینده و تا دراز مدت ها میتونن که به این شکل باقی بانن. ای که 5 سال بعد 6 سال بعد باز در قدرت نظامیشان مثلا یک مقدار ناتوانی به میان بیاید و در یکان گوشه و در یکان کنار یکان خیزش ها و یکان شورش های باشه که او را به زودی نتانن سرکوب بکنن و بعدن باز تا دیر نتانن سرکوب بکنن، این بحث علایده است. اما طالبا میتونن ادامه بتن. خود طالبا اصلا من که فکر میکنم یا من که میبینم در اصل خود امی برسمیت شناخته شدن طالبا از سوی خود طالبان طور تلقی میشه که اگر هر کشور ما را به رسمیت بشناسه پس او در برابر از این رسمیت شناسی از ما میخواهد که باید در امور ما اجازه پیدا بکنه که مداخله بکنه. بنان وقتی که چنین یک مسئله در عقب پرده مطرح است پس طالبان به می حالت خوش هستند. طالبان به می حالت خوش هستند و هیچ علاقه ندارن که به رسمیت شناخته شوند. بالای خاک افغانستان حاکم هستند. بله، اسلامی را که تعریف خودشان تعریفی که به او دارن
از شریعت چیزی را که استخراج میکنن، از احکام دین چیزی را که استخراج میکنن، مطابق میل خود تطبیق میکنن. بله، اگر به رسمیت شناخته شدن، مانع از این میتن که باز اینا در تصمیم گیری خود و در انجام اعمال خود اینا ضعف پیدا میکنن یا ناتوان میان، پس از او که هیچ باید به رسمیت شناخته نشن، فرق نمیکنه. ما مسئولیت داخلی داریم، قسمی که خودشان میگن مسئولیت داخلی خود هم از ملت گرفتیم، هم از خداوند جل جلاله گرفتیم و حاکم هستیم. بنان هیچ نیاز نیست که کسی ما را به رسمیت بشناسد. بله، حالا در این مدت که حالا ادامه پیدا میکنه، فکر میکنین که وضعیت مردم رو به بهبودی میره و یا رو به وخامت میره و اوضاع اجتماعی به کجا خواهد رسید؟ این بحث گروه ها است. در افغانستان هر گروهی که به قدرت رسیده، امو طبقه که به می گروه وفادار بوده، با شرایط نیک و شرایط خوبتر رسیده. آن گروهی که باز مربوط به این گروهی که آن طبقه که مربوط به گروهی که در قدرت است نیست، پس همیشه در به وضع بد اقتصادی و شرایط بد اجتماعی قرار گرفته. ما در 20 سال گذشته دیدیم که در شهر کابل، در شهرهای بزرگ، خانه ها، زمین، این مسائل توسط گروه های خریداری میشد که در قدرت بودن و افرادی که با اونا با وفادار بودن. ولی مطلقا این مسئله تغییر کرده. بیشتر وقتی که ما به شهرها و به ولایت ها یا میشنویم یا میبینیم که خانه های مجلل و یا اگر آبادی میشه یا اگر عروسی های صورت میگیره، ایره اونا میبینیم که یک گروهی که امروز در قدرت هستن و گروه و طبقه که با اینا در ارتباط هستن و نزدیک هستن، اونا امروز معیشت اقتصادی به دست از اوناست. مردم افغانستان در کل، وقتی که ما در مورد کل مردم افغانستان صحبت میکنیم، در سیاست افغانستان هیچ وقت در جیوپولیتیک داخلی افغانستان، مردم افغانستان برای حاکمای افغانستان هیچ وقت مهم نبوده. هیچ وقت مهم نبوده. افغانستان یک مقدار امکانات مالی خود دولت داشته و در 100 سال گذشته ما میبینیم که همیشه یا بریتانیای کبیر بوده یا بعداً کشورهای غربی بوده و یا هم شوروی بوده، یک مقدار پول و یک مقدار امکانات مالی را از خارج یا به شکل مشروط یا غیر مشروط به افغانستان دادن، اینا به قدرت و به حکومت افغانستان دادن. بحث اساسی جیوپولیتیک داخلی افغانستان بین تمام گروه ها، مخصوصا در 40 سال گذشته، ای بوده که چطور میتونیم اینمی امکانات مالی و اینمی کپاسیتی مالی و پولی را که از دنیا به افغانستان میریزه، این ما به دست خود داشته باشیم و مطابق میل خود از این استفاده بکنیم. این هیچ وقت نبوده که این پول که به دست میآید، این ما چطور بتانیم به تمام ملت ما تقسیم بکنیم و به درد کل مردم افغانستان ما رفع بکنیم. این شاید بسیاری ها با این اندیشه مخالف باشه، اما ما تحقیقات کردیم از 1.5 سال گذشته تاریخ افغانستان شما ببینید، مردم افغانستان هیچ وقت مطرح بحث نبوده برای سطح اعلی سیاسی. هیچ وقت مشکل مردمی در افغانستان سیاسی نشده، بلکه مشکل سیاستمدار در افغانستان مردمی شده. به این خاطر اونمو گروهی که امروز در قدرت است و اون طبقه که وفادار به این گروه است و نزدیک به این گروه است، در حالت خوب است. با کسی که سپاسگزار هستم. تشکر آقای زازای. حالا نظر آقای علی است که میتونه حکومت سرپرست بقا ببخشه، حکومت را که تا حالا شناخته نشده از سوی جهان و همچنان از سوی کشورهای همسایه. حتی تحلیل شما چی است که به این منوال اگر ادامه پیدا کنه حکومت سرپرست، فکر میکنین که بقا داشته باشد؟ من نکوم زبیت کردن خبر کوم چی بو کولش اسلامی مرد به غیر د چی همسایگان نړیوال زمون پر رسمیت پیژنی کولش بقا سره پیدا کی. مثال په تاریخ سره لرو، په شرط دی چې داخلي مشروعیت سره ولري. داخلی مشروعیت ور سره محبوبیت، په دې معنی چې خلق خپل ځان تمثيل کې په حکومت کې، خلق خپل ځان وګوري په حکومت کې، فاصله د حکومت او د ملت ترمنځ تر حد نهایي سره کم شي، تر څو هر څوک ځان د اسلامي امارت غړی احساس کړي، تر څو د افغانستان د بدخشان د غرونو نیولې تر هلمند پورې، د ننګرهار نه نیولې تر هراته پورې، هیڅوک هم ځان پکې په دې معنا دغه تشخیص نه کوي چې زه فارسي زبان یم، زه دري زبان یم، زه پښتون یم، زه پشه یم، زه پامیري یم، زه دا یم، هغه یم. په دې معنا باندې به کولی شي چې اسلامي امارت بقا سره پیدا کړي، همدې وجې نه، همدې سبب نه نړیوال مشروعیت سره حاصل کړي. که اسلامي امارت داخلي چې کوم مشکلات سره وو او سره دي تعصبونه سره شته، اوس هم په دې انکار نشو سره کوله. مخکې ما یادونه وکړله چې د جمهوریت پیښې به سره نه کوو، د جمهوریت اکرونه به سره نه کوو، ځینې اکدونه سره منو. مشکلات اوس هم شته، سره په داخل کې مشکلات سره شته، د تعصب له وجې مشکلات سره، هغه تعصب له منځه ویسي. د
د سمتونو تر منځ چې کوم واټن ایجاد شو په دې ښارونو کې شل کلونه کې هغه له منځه وړل شي. هغه کوم واټن چې د غریب او فقیر او د پیسهدار تر منځ زیات شو هغه سر راکم کی. یعنی دا کوم غربت چې دلته اوس د افغانانو لمن سر نیولې ده، دغه څلوېښت میلیون نفوس لمن سر نیولې ده، دا د غربت فیصدي سر راکم کی، خلکو ته کار روزګار سره پیدا کړي، دغه سره کولی شي چې اسلامي عمارت دوام سره پیدا کړي. دا کومې غوښتنې؟ مشروع غوښتنې، اسلامي غوښتنې، پښتو په چوکاټ کې غوښتنې، یا د ټول د انسانیت غوښتنې چې دي، تعلیم او تحصیل د هر افغان نجونې لپاره، دا مد نظر سره ونیسي. دا هغه څه دي چې داخلي مشروعیت لپاره زمینه سره جوړوي، زمینه سره برابروي، کولی شي چې دلته اسلامي عمارت د بقا لپاره مهم رول سره ولوبوي. یعنی که مونږ تاسو د ملتونو هغه بکګراوند یا هغه ملتونه چې ورشکست و ناکام شوي و څنګه د بقا سطحې ته سره ورسېدل، هغه ملتونه چې تر پرونه پورې فرض مثال دوبۍ ورسره نور هم لکه ایالتونه چې وګوري تقریبا ټول د جوړښت دی تقریبا سل کاله نه کېږي، مګر وروسته وګوره تقریبا د 5000 کلونو هغه هغې سره طی کړی دی، مرحله سره طی کړی ده. مونږ تاسو تقریبا 5000 تاریخ کلن تاریخ سره لرو، اوس هم د تاریخ په اولینو پیړیو کې سره ژوند کوو. ولې سره ژوند کوو؟ چې یو حکومت هم دلته ملت ته رجوع نه ده کړی، یو حکومت چې هم دلته په پایدار شوی ده د ملت غم نه سره نه ده خوړلی. هر حکومت، هر سازمان، هر پاچا خپل جیب سره ډک کړی ده، خپل ځان ته، خپل کاکا زوی، ماما زوی، خاله زوی ته کار سره کړی و. که څه شاهي نظام و، که څه جمهوري نظام و، که څه ډیموکرات و، که څه خلقیان و، که هر څوک په هر نام باندې و، خپلې مشخصې ګټې په مد نظر نیول شوې وې. چې مشکل ورباندې راغی، کودتا ورباندې وشوله، بیکونه سره تړلي و، سره واخیستل، میدنوي ته لاړه، لاړه ملکتونه، څوک ایټالیا کې مړه شول، څوک لندن کې مړه شول، څوک امریکا کې سره مړه شول. دلته د ملت غم چانو سره خوړله، دلته د ملت لپاره چا کار نه سره کړی، دلته د ملت غږ چانو سره اورېدلی، دلته د ملت هغه درد چانو احساس کړی. هر چا دلته د میلمه په شکل باندې کار کړی و، که وزیر و، که رئیس جمهور و، که والی و، که معین و، هغوی د خپل فرض نه ګڼل چې دلته دا څلوېښت میلیون نفوس ته کار وکړي. او زموږ ملت هم کور آباد وي، زموږ ملت زموږ شاهد دغه څو انتخاباتو کې په څلوېښت روپۍ، 50 روپۍ، په $100 باندې خپل تذکرې سره خرڅولې، په خیر د دې نه چې دې ته د دې تبعیض سره وکړي چې زما آینده به سره کم کیږي. او د 100 روپو په بدل کې هغه کومه تذکره چې خرڅه کړې وه هغه هم سره ول، د نتیجې هم سره ولیدلې. زموږ ملت هم دلته پټ ده، هر چا پس زنده آباد و مرده آباد. چالش های کنونی که بین مردم و همچنان بین ملت و دولت هست، رسیدنش به مشروعیت بخشیدن مانند انتخابات است در شرایط کرونی که فقر به داد رسیده و حالا روز به روز دسترخان مردم خالی شده میره، چی گونه انتخابات برگزار کنه حکومت سرور است؟ زه هیچ کله هم د انتخابات په طرف کې نه اومه، ځکه چې زموږ ایدئولوژي انتخابات د پروسې تای کولو ته برابر انده سره. یو څوک چې خپل تذکره په $100 باندې، $50 باندې، یا د غرمې ډوډۍ باندې، یا یو بوجۍ وریجې باندې سره بدلوي او ورکوي او خپل راتلونکی نه شته نیوله، هغه ملت به بیا څنګه انتخابات سره ترسره کړي؟ هلته د دیموکراسۍ د تمثیل لپاره، د جمهوریت د تمثیل لپاره ډېرو لوړو زده کړو ته ضرورت ده، ډېرو پوهې ته ضرورت ده. چې اسلامي عمارت اول د خلکو په پوهه باندې باید کار وکړي، علم باندې باید کار وکړي، دلته تخصص مد نظر در جنبندی برمیگردم. آقایلی بس را میخوایم جنبندی بکنم و آیا میشه که گام های عملی و همچنان خواسته های جهان را حکومت سرپرست بپذیره و مشروعیت را کسب بکنه؟ تا وقتی که امارت اسلامی حاکمیت داره در افغانستان، ما انتظار تغییر باید نداشته باشیم. بسیاری ها انتظار دارن که کارشناس ها یا مردم واقع در طور بگویند که اونا میخواین، بلکه نه خیر، بهتر است که ما به حقیقت بر بگردیم و واقع طور که است به همون شکل باید بپذیریم. تا هنگامی که امارت اسلامی با می اندیشه و با می ایدئولوژی که اینا حاکمیت دارن تغییر در راه نیست و معیارهایی که جهان انتظار داره، طالبا او را هیچ وقت به هیچ وجه او را آماده نمیشن که تطبیق بکنن و به هیچ وجه آماده نمیشن که در راهکار تصمیم گیری خود سازمان ملل یا ایالات متحده را یا اتحادیه اروپا را یا یکی از سازمان های بین المللی دیگر را شریک سازن، که اینا هر وقت که میخواین یک تصمیم بگیرن یا یک اقدام بکنن او ماها طول بکشه و گاهی از با یکی مشوره شه و گاهی با دیگر کس مشوره شه. در
حدود 2 سال میشه، نزدیک به 2 سال میشه که طالبا بله. در در این حکومت میان هستن. آقای علی پس راه حل چی است که تغییر احساس نمیشه و تغییر هم دیده نمیشه؟ در 2 سال که طالبا در حاکمیت هستن، در این 2 سال ما میبینیم که یک بار هم در یک مورد هم طالبا از موضع خود عقب نشینی نکردن و هر آن چیزی را که خواستن اینا انجام دادن. بله. خیلی کوتاه راه حل چی است پس؟ یک سیاستمدار اندیشه کلاسیک دیگه چی میخواد؟ از این اضافه چیز خواسته نمیتونه که هر آن چیزی را که میخواد او را انجام بده، او را عملی بکنه. بحث طالبا یک بحث کلاسیک است، یا امنیت یا امنیت یا آزادی. امنیت آوردن طالبا و اینمی میگن که ما امنیت آوردیم و تنها اینمی را میتونیم تامین بکنیم. بله. دکتر شما امنیت را باید انتخاب بکنین یا شما آزادی را باید انتخاب بکنین؟ بله. سپاس آقای علی. تشکر آقای زازی. حالا با وجود این فاصله ها که پس چه زمانه به رسمیت شناخته خواهد شد و راه حل چی است؟ راه حل داده چه اسلامی امارت در مشروعیت در حاصل اولو لپاره هر حق ممکن نلاره چې اسلام سره په ټکر کې نه وي. زموږ تاسې افغانیت کوم کلتور او عنعنات او فرهنګ او رسم او رواج او عقیدې چې دي هغه سره مخالفت کې نه وي. اسلامي امارت باید نړیوالو سره په هغو نقطو کې تحمل وکړي د څه لپاره چې د 40 میلیونو نفوسو راتلونکي په سوال کې ده. یو خو سره تعامل وکړي نړیوالو سره، دویم خپل ملت سره هم تعامل وکړي په کومو نقطو باندې؟ هغو نقطو باندې چې د ملت د حکومت ترمنځ فاصلې سره زیاتېږي. اغه مهم نقطه دو نقطه دي، یو د مکتبونو د دروازو پرانستل دي، دویم د نجونو پر مخ باندې پانتونونو دروازو پرانستل دي. کنی لری بنوي لری بنوي چې ملت به بیا حکومت پر خپو ولاړ وي. یو خبره تاریخ کې دا سره ثابته شوې ده چې هر حکومت پر مخ باندې ملت ولاړ ده، هغه حکومت دوه ورځې هم نه چلېدله سره. ستر ستر مثال ستر دغې موږ په خپلو سترګو سره ولیدلو، جمهوریت دو نړیوال ورسره و، 40 ملکتونه ورسره و، قدرتونه ورسره و، اټومي وسلې ملکتونه ورسره و، د اټومونو مور ورسره وه. تقریبا 15 ورځو کې سرنګونه شو. ولې شلو؟ چې ملت نه ورسره ولاړ او هغه حکومتونو پر مخ باندې هغه حکومتونو تر شا باندې چې بیا ملت ولاړ وي، هغه د نړۍ پر مخ باندې یو حکومت هم نشته چپه کوله. لکه کوریا شمالي سره د دې چې ټول نړۍ سره شانه په شانه وهي، ټول نړۍ سره سر په سر وهي، مګر بیا هم د کوریا شمالي یو اختان څوک نشته سره ضعیفوله. ولې؟ چې هغه تر شاته ملت ولاړ ده. اسلامي امارت باید د فرمونو سیاستونو څخه کار واخیستل تر څو دا راګل شوی جنګ ونه بیلي او دغه ملت بیا خدا نخواسته کوم ناورین سره مخامخ نشي. تشکر از مهمانانی که در این بحث با ما اشراک داشتن و از بیننده هایی که تا حالا بیننده برنامه بودن. وقت بخیر، خدا نگهدار.